هر موقع اوکی بودید میریم دیگه. میخواین روند کار رو، چون اولین چی میگم بگم فرمتیه که داریم اجرا میکنیم، بگیم حالا برای کسایی هم که الان اومدن، بعد استریم شروع کنیم دیگه. اوکی باش بگم میگی فیروز. آره نه خودش. خب سلام به دوستایی که الان توی چنلن، به قولی گپ صوتی. قبل از اینکه حالا ما شروع بکنیم یه سری مطالب رو بهتره بدونید. این دفعه اولین دفعه که ما داریم این مدل جلسه رو برگزار میکنیم با مشارکت خود شماست. برای اینکه بهتر برگزار بشه یه سری نکته بهتره که رعایت کنیم، واسه اینکه هم نظم داشته باشه هم روی تاپیک بتونیم حرف بزنیم. نکته اول این که ما بحث رو شروع میکنیم، شما هر جا دوست داشتین میتونین اجازه بگیرین وارد بحث بشین. البته بهتون بگم ممکنه همون موقع نتونید وارد بحث شید، یا مثلا دو سه نفر همزمان نوبت بگیرن، حالا هر کدومشون زودتر دیده بشه، این باعث نشه که حالا ناراحت بشین. ما سعی میکنیم همه بیان داخل بحث، هر کسی حرف خوبی داره بیاد حرفشو بزنه، چون هدف ما همین بوده که تجربه شما رو بشنویم، به علاوه اینکه خودمون حرف میزنیم تجربه های شما هم به تجربه خودمون اضافه کنیم. پس ناراحت نشید اگه کسی نتونست بیاد، حالا توی اون گفتگوی عمومی یا اون ببخشید گفتگوی عمومی نه، اون نظرات گپ صوتی میتونید بگید که نوبتتون نشده، مثلا اگر نوبت میخواید. نکته بعدی این که اگر نوبتتون شد و خواستید حرف بزنید، لطفاً درباره خود موضوع حرف بزنید، خارج از بحث چیزی نیارید. سعی کنید به قولی ما اومدیم دوستیم دیگه، اومدیم با هم دیگه تجربه همونو به هم اضافه کنید. سعی کنید از حاشیه رفتن خودداری کنید شدیدن. نکته بعدی این که اگر نوبتتون شد و حالا اگر چیزی رو رعایت نکردین و دیسکانکت شدین، بازم ناراحت نشین، چون قانون این بحث اینجوریه. اگر دیدیم خدای نکرده یک نفری داره نظم رو به هم میزنه، ما سریعا اقدام میکنیم. چیزی مونده بگم بچه ها؟ نه دیگه. نه مرسی. خب کیفیت میکروفوناتون هم لطفا چک کنید، چون بعضی وقتا بعضی دوستان داره نویز زیادی دارن، بعد ما مجبور میشیم که میوتشون کنیم. آره اگر اونجوری هم میوت شدین سریعا اطلاع بدین، چون ما اگر میوتتون میکنیم اون آیکون میوت قرمز میاد روتون، اون یعنی که شما نویز داشتین یا سر صدا داشتین میمده از میکروفونتون و به خاطر همین میوت شدین. دیگه نکته ای چیزی بچه ها نمیخواین اضافه کنیم شروع کنیم؟ همه چی عالی بود به نظرم، شروع کنیم. خب میخواین استارت توییچ رو بزنیم یا اگه زدی من شروع کنم؟ توییچ داره استریم میشه. خب ما بحث امروزمون در رابطه با شروع کردن یه پروژه بازیسازیه. حالا واسه اولین حرف از بچه‌هایی که همین الان اینجا هستن میپرسیم، بعد رجوع میکنیم به بقیه که توی چت هستن، وایس چت هستن. به نظر شما اولین قدم اصلا چیه تو بازی سازی؟ موقع استارت پروژه اولین قدم چیه؟ میخوای صادق تو اول بگو؟ من بگم؟ سخته. آره. نه نظرتو بگو، قرار نیست جواب درست یا غلط. آره میدونم. چیزی که تو الان دیدی و بگو. فکر کنم اولین چیزی که برای تعریف پروژه مهمه یه چیزی که... نیت هم قبول نیست. نیت نمیخوام بگم. فکر کنم ویژن تیم دیگه، اون ویژن تیم، حالا اگر ویژنی وجود داره، یا ویژن مثلا... در خود گیم یا کل تیمتون، مثلا تیم مثلا بیشتر دارن. تیم میتونی یه مثال بزنی؟ مثلا چجوری بگم، مثال مثلا یه تیمی هست، بعد برنامهش اینه که بیشتر سعی کنه بازی پی سی و حالا مثلا بازی ایندی که رو پی سی میره، حالا بعدا مثلا نسخه کنسولش هم منتشر میشه بده. خب بر اساس این میتونه بره
پروژه رو تعریف کنه، مثلا یه دفعه نمیاد بگه خب ما دوست داریم بازی پی سی بسازیم، ولی مثلا این خیلی مهمه دیگه چون ویژنشون آره. اینه مثلا نمیگن یه دفعه خب چون آره. هایپر کژوال داره پول در میاره حالا بریم هایپر کژوال آره. حالا یه سوال، ویژن که یه چیز کلیه، تو مثلا چه میدونم خود سبک بازی رو جزء ویژن قرار میدی یا مثلا اون مدل بازی خاصی که میخوام بسازن رو جزء ویژن قرار میدی یا نه؟ میتونه جزوش باشه ولی معمولا نیست، معمولا یه هدف بزرگتریه. یعنی اگه سبک باشه احتمالا اینجوری میشه که مثال اگه بعدها این تیم قراره تبدیل به استودیو بشه فقط داره مثلا بازی RTS میسازه، چون تو ویژنشون این بوده که ما میخواییم بازی RTS بسازیم تا آخر عمرشون مثلا دیگه دارن RTS میسازن، ولی معمولا نیست. بیشتر مثلا اینجوریه که مثلا دوست دارن بازی خلاقانه بسازن که نمیدونم مثلا چه میدونم فیچرهای آنلاین داشته باشه، بتونه مثلا بره توی مسابقه بازی سازی مثلا جایزه بگیره، میتونه اینا باشه همشا، یا مثلا میتونه بگه آقا نه مثلا ما میخواییم یه سیزی بسازیم برای استیم و آره دیگه آره. حالا خیلی چیزا میتونه باشه باشه آره. خب مصطفی تو هم بگو، سوالت این بود که اولین قدم چیه یا اولین آره. قدم آقا ما سوالمون همینه، ما سوالمون همین بود کلا، اولین گام واسه بازی ساختن چیه؟ حالا فرضاً میگیریم که تیمو داری، به نظر من اینه که خودشون باید خودشونو بشناسن، یعنی بدونن که این تیمی که دور هم الان جمع کردن تواناییاشون چیه، چی دوست دارن، روی چی میخوان کار کنن. حالا صادق گفت ویژن، آره خیلی هاش مثلا شامل ویژن میشه، مثلا من اگه یه خورده بلندتر بازیم... میشه صحبت کنی ببخشید، امیدوارم که الان اوکی باشه. مثلا اگه من بازی موبایل دوست ندارم، خب این درک رو در خودم میبینم که مثلا موبایل برام خسته کننده است یا به حال نمیده، قطعا تعریف کردن مثلا پروژه یا موبایل برای من کار درستی نیست یا برای تیمم. برای همین فکر میکنم اولین قدمش اینه که اون پتانسیل خودمون رو بشناسیم، اون تیمی که داریم دور هم جمع میشیم بدونیم که چی میخوایم و چقدر تواناییمون هست. باشه. خب یه چیزی حالا میونه حرفامون بگم، از بچه‌هایی که تو چنل صوتیان میتونید اجازه بگیرید، حالا صرفا اگه درباره مثلا حرفای بچه هم نظری دارید میتونید اجازه بگیرید صحبت کن. خب یه نفر اجازه گرفت. خب یه نفر اجازه رو صادر کنه. صادق میخوای به ترتیب؟ من زدم الان احسان اجازه گرفت. من تازه الان متوجه هم میوت بودم. آقا مهدی الان میتونی صحبت کنی. خب سلام عرض میکنم، من مهدی صدری هستم. خیلی خوشحالم اول بگم که تو جمع دوستان هستم و خب در مورد موضوعی که الان اینجا مطرح شد، حالا در تکمیل صحبت دوستان من فکر میکنم سه تا بخش هستش، یعنی همین که اون نکته‌ای که آقا صادق گفت که ویژنمون چیه یا در واقع اون تیم چی دوست داره بسازه، و نکته بعدی که آقا مصطفی گفت اون که تیممون چه توانایی داره، یعنی نقطه تلاقی سه بخش میشه، اینکه چی دوست داریم بسازیم، چه توانایی داریم، آیا میتونیم تواناییشو داریم اونی که دوست داریم بسازیم و بسازیم، و اینکه بازاری واسش وجود داره یا نه. من فکر کنم این قسمت سومش هم مهمه بالاخره اگه خب اینا چشم صنعت میخوان یکیش به نظر اولویتش بیشتر باشه دیگه از این سه تا، کدوم یکیشه به نظرت؟ به نظر من نقطه تلاقی ایناست، اینطوری نیستش که جداگانه بخوام بگیم مثلا اول این دوم اون. ممکنه مثلا ما 5 تا ایده داشته باشیم توی تیم، هر 5 تاش هم دوست داشته باشیم، خب حالا بین اینا بخوام انتخاب بکنیم، باید طبیعتا اونایی رو انتخاب بکنیم که میتونیم بسازیمشون، و بعد باز دوباره این دایره ها رو هی باید کوچیک‌تر کنیم، نقطه اشتراکش رو پیدا کنیم، بشه اونی که
میتونیم بسازیم، دوست داریم و واسهش بازار وجود داره. حالا اینکه چه جوری بازارم وجود داره رو مثلا میشه پیدا کرد، دیگه بستگی به نظر من پلتفرمش داره دیگه، که بازی های مشابهی که وجود داره رو مثلا تحقیق کنیم در موردش. باش، خیلی ممنون. شما حالا صادق به نفر بعدی اجازه رو بده. احسان الان سلام از همه دوستان. یه نکته‌ای که می‌خواستم اضافه کنم اینه که در مورد اون بخشی که مثلا حالا بازار وجود داره یا نه، به نظرم باید حواس همه، حالا مخصوصا تیمایی که تازه کارن، به این باشه که میتونه تارگت یه پروژه، یعنی حالا اون چیزی که ما قرار از اون پروژه، اون ولیویی که قرار داشته باشیم، این باشه که ما تیم بیلدینگ کنیم. یعنی مثلا یه تیمی، مثلا فرض کنیم، حالا مثلا من به بعضی از تیمای حالا تازه کار میگم هدفو این بذار که مثلا از گیت کافه بازار رد بشه، یا هدفو این بذار که مثلا از گیت استیم رد بشه. فقط لازم نیست حالا پروژه اول حتما بفروشه، که این به نظرم حالا نسبت به ویژنی که حالا خوبیه. اولین پروژه داریم به نظرم خیلی مهم. نکته خوبیه، یعنی میگی اون بازارو شناختن حتی اونم میتونه شرط داشته باشه، یعنی پروژه اولت باشه یا پروژه دهمت باشه، پروژه اول بفروشه. واقعیتش اینه، یعنی من کم دیدم مثلا ندیدم خودم. خب آقا پروژه اولمونه بریم بفروشیم، آقا نه پروژه اولمونه، 4 نفریم 5 نفریم میخوام ببینیم بعد مثلا 3 ماه کیا میمونن. اصلا تیم بیلدینگه. من اینو اولین بار که خوشم اومد از چیز شنیدم، از یه تاکی بود فکر حالا بکنم. تاکشو اشکال نداره، یادت نیاد. آره رفته هلند یه تاکی گذاشته بود که آبادی اونجا، و حالا هستن توی فکر کنم آپاراتو اینا. اونجا خیلی جالب بود، میگم ما مثلا رفتم اونجا تیم تشکیل دادم، رفتم عضو یه تیمی شدم، پروژه اولمون دقیقا همین بود، یکی از اهداف پروژه تیم بیلدینگ بود و بهش رسیدیم. یعنی آخرش به یه تیم 4 نفره‌ای رسیدیم که اینا تونسته بودن یه پروژه جمع کنن و توی استیم مثلا ریلیز بدن. خب این خیلی تارگت ما اصلا نمیشه. این شد هدف. ما گفتیم اولین گاممون چیه، اولین کاری که باید بکنیم چیه. این هدف خوبیه، من انکارش هم نمی کنم. خب اولین گاممون چیه؟ درست. ببین اولین گام که به نظر من همون ویژن است. خب بالاخره باید ببینیم که چی دوست داریم بسازیم. خب ولی میدونی اگه مثلا قرار باشه فقط در مورد ویژن صحبت کنیم، به نظرم خیلی نمیتونیم جلو بریم، چون بالاخره ویژن مثلا حالا تو 2 هفته بالاخره قرار نیست فقط درباره ویژن حرف بزنیم، میخوایم ببینیم پوینت آف ویو هر کسی چیه. خب یک نفر اومد هم هست، یه نفر گفت ویژنه، یه نفر گفت باید تیمتو بشناسی. خب شما الان میای میگی که تیم ساختنه اصلا مهمتره. خب ما الان پوینت آف ویو همه رو میخواییم بشنویم که بعد یه جنبندی تر و تمیز بهش برسیم. الان بحث داشت میرفت به این سمت که آره تیم ساختنه هدف خوبیه. خب آره هدف خوبیه، ولی چی کار کنیم اون اول که این بشه هدفمون یا به هدفمون برسیم؟ فرست استپمون چی باشه؟ من سوالم این بود از شما. بستگی به استیج تیمه داره، یعنی مثلا من الان 1 نفرم میخوام استارت بزنم و تیم جمع کنم، یا الان 1 شرکتیم و میخوایم بازی بعدیمونو تولید کنیم، یا الان 1 تیم تازه کاریم و مثلا چه میدونم تیم جمع شده، حالا مثلا میخوایم یه بازی حالا مثلا تولید کردیم، دومیشو میخوایم تولید کنیم. این استیج خیلی به نظرم در واقع سفت و سخت مرتبطه با این قضیه که قدم اول ما الان چیه. حالتا من وقتی مثلا یه نفر تنها هم، حالا بسته به روحیاتم، شاید بعضی بخوان تنها بازی بسازن، خب بعضی بخوان توی تیم. شما هم داری میگی که شرطیه دیگه، بسته به موقعیت باید فرست استپوت تشخیص داره. بله بله دقیقا. باشه ممنون، مرسی. نفر بعدی رو لطف کنین اجازه بدین. سلام به همگی. به نظر من آره استپ اول تیم ساختن هست، ولی چیزی که مهمتر در نظر بگیری
اولویت برای استخدام افرا یا عضو کردن تو داخل تیمت افرادی استخدام کنی که واقعا پشنیت باشن، پشن داشته باشن در مورد ویدیو گیم و توسعه، و این افراد بهتر از افرادی هستن که خیلی مهارت دارن ولی برشون ویدیو گیم اهمیتی نداره، فقط میخوان ازش پولی در بیارن. اینا بیشتر میگی فرست استپ بهتره پشن باشه تا ویژن. دقیقاً. باشه. ممنون. اگه کسی دیگه ای نظری داره میتونه بیاد صحبت کنه. اگه نه علیرضا تو میخوای نظرتو بگو. علی ممنون. میتونی بری پایین. خب یه نکته ای الان داریم درباره خود فردت میگی، ما گفتیم حالا فرض رو به این بگیریم، من اینجوری برات بگم، فرض رو به این بگیر که تیم هستی. خب وقتی تیم میشی، البته این نظر من ها دیگه، باید اون فردیه تک تکه خب بره اولویت دوم، اولویت اول باید تیم باشه، نه اینکه اونا مهم نباشن ولی اونا اولویت اول نیستن، چون یه جورایی همه به اون تیمه وابستن و اگه تیم خراب کنه همه خراب میکنه. این نکته رو به نظر من باید در نظر داشته باشی اگه میخوای این حرف رو بزنی. البته این نظر منه، یه نفر اجازه میخواد ببخشید علی رضا اگه حرف تموم شده تموم کن بعد این دوستمون صحبت کنه. خب آقا رضا سلام داشتم، این میخواستم ببینم که این پول در واقع شما این که میفرمایید تیم هستش در واقع در اول کار، آیا اون تیم پول دارن یا ندارن؟ چون خیلی فرق میکنه. راستشو بخوای مهم هست که پول دارن یا نه، ولی اونم به نظر من اونقدر مهم نیست، چون طبق توافقی که الان همه دارن تقریبا میگن به شرایط بستگی داره، اگر شما تیمتون پولم نداشته باشه یه سودی از اون پروژه میبرین، یعنی سودتون میتونه پول نباشه. البته بازم بستگی به افراد تیمتون داره، یا یکی پول نیازشه نمیتونه تو اون تیم وایسه، ولی وقتی تیم بشید دیگه، تیم شدید و با شرایط همدیگه کنار بیاید، حالا شرایطتون میتونه توش پول باشه میتونه نباشه، اونش زیاد یعنی قضیه مالیش به نظر من اولویت یکش میتونه نباشه، واسه همین فرقی فکر نکنم داشته باشه. اگه موقعی که دیگه تیم شده باشید دیگه اونش زیاد مهم نیست، اون میره اولویت دوم، اولویت های دو بعدی، دوم حالا شاید نباشه. چی شد؟ تشکر کردم فکر کنم صداشون ضعیف بود. حالا یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا. اول اینکه همه تقریبا توافق داشتن که به شرایط بستگی داره، اینکه یه نفر باشی دو نفر باشی تیمتون پول داشته باشه نداشته باشه اینا هست. خب واسه اینکه حالا ما این شرایط رو به قولی یکسان کنیم بتونیم بحثمون رو ببریم جلو، من میگم پیشنهاد میدم بیایم بگیم یه سناریو بذاریم که تقریبا بین هممون مشترکه یا احتمالی زیاد اتفاق بیفته و بحثمون رو ادامه اون ببریم جلو. البته یه نکته ای، من با صادق بیشتر
چیزم، به قولی هم عقیدم، اول باید روحیتون یکی بشه. یعنی اول باید یه جورایی حل شین توی تیم. به نظر من فرست استپ واسه این که بخواین شروع کنیم به بازی سازی، وقتی دو نفرین، پنج نفرین، یه نفرین، مهم نیست. مهم اینه که حل بشین توی تیم. یعنی هر کی هر چقدرم که اختلاف داره، نظرش متفاوته، بتونه اینو قبول کنه که به یه نتیجه رسیدن، به یه تصمیمی رسیدن و باید اون انجام بشه. حالا اون تصمیمه میتونه هر چیزی باشه، به قول صادق ویژنشون باشه. بعد حرف مصطفی رو من قبول دارم، ولی به نظر من اون استپ دومه. وقتی ویژنتون رو تعیین کردید، اون موقع میاد طبق تواناییاتون میتونین با هرس کردن خیلی راحت، به نظر من کار نشد نداره، با هرس کردن راحت یه پروژه توش در بیارید با تواناییاتون، همون توانایی که اون موقع داری. کسی در این رابطه حرفی داره، چیزی میخواد بگه، یا بریم سر قدم بعدیمون؟ یه نفر اجازه میگیرم. یه نفر اجازه میگیرم. من فکر میکنم یه حالت دیگه هم باشه که مثلا آقای جاناتان بلو مثلا پول داشت، یه مقدار تجربه داشت و اومد خودش یه ایده رو پیش برد، بعد مثلا آرتش رو آوتسورس کرد. اینا به چه شکل میشه؟ خب این به هر حال بازم نظر من اینه، به هر حال اون قبول کردنه توش اتفاق افتاده، حالا فردی بوده یا تیمی مهم نیست. به قولی ویژنش رو پیدا کرده، ایدهش رو ساخته دیگه. غیر از این بوده؟ نه. آره، از اون خشت اوله به قول معروف عبور کرده دیگه. آره. ببینیم که بعد چون یه نفر بوده کارش راحت بوده. آره. کسی قرار نبوده راضی کنه. متوجه این؟ یعنی قرار نبوده براینده یه سری ایده بیاد توی کار. خب پس اینم میشه میتونیم بذاریم کنار همه این حالتایی که بررسی کردیم دیگه. اینم یه مدلی شاید بشه به عنوان یه مدلی که بازی سازی بشه استفاده کرد. یه نفری هست تجربه داره، ایده خودشو میاره، حالا کاری نداریم که اون بازار داره یا نداره، بعد الباقی مثلا تسکا رو آوتسورس میکنه. خب این یه روش کار کردنه، زیاد ربطی به بحث موضوع ما نداشت. درسته اون یه روش کار کردنه، جوابم گرفته، ولی خب زیاد ربطی به موضوع ما نداشت. مثلا تیم روحیه‌شون بررسی بشه، نمیدونم این موارد مختلف دیگه. وقتی شما دارید پرانتزی باز کنم راجع به این موضوع، مهم نیست که طرف پولو میگیره و بفهمید. خواهش ببخشید، من فکر کنم بیشتر الان مثلا بحث اینه که میگم باز همون برمیگرده به اون خودشناسی. حالا خودشناسی میتونه به قول شما یه نفر باشه، فردی باشه، میتونه تیمی باشه. یعنی تیم بدونن که ویژنشون چیه، علایقشون چیه، تواناییاشون چیه. خب قبل از این که اصلا بخوان پروژه تعریف کنن، یعنی ما الان بحثمون اینه که چطور این پروژه رو اصلا تعریف کنیم که بخوایم داخلش کار کنیم. مثلا یه چیزی که من خودم زیاد میبینم توی همین گروه هم زیاد دیدم، بچه‌ها رو الان دارن مثلا سر یه سری پروژه‌ای کار میکنن که چون پروژه خوب تعریف نشده، حالا مارکتشون ممکنه اشتباه بوده، ممکنه پتانسیل مثلا تیمشون رو نداشته، توی همه این شرایط ممکنه، الان میخوایم اونا رو بررسی کنیم، چون پروژه خوب تعریف نشده از همین الان مثلا احتمال مثلا موفقیتشون حالا بسته به هر گولی که دارن خیلی میاد پایین تر. مثلا مثالی که شما زدید برای اون روش کار کردن دقیقا همینه دیگه. ما میخوایم بدونیم که مثلا اگه شما درسته مثلا تک نفره میخوای کار بکنی، اول ببین پروژه‌ای که در توانت هست چیه، اول اونو تعریف کن، ببین اصلا پروژه مناسبی هست، میشه جلوش برد، اهدافش چیه، اینا رو بررسی کن، یه شناختی از خودت داشته باش. آوتسورس کردن هم جز اون گزینات هستی، یعنی تو این شناختو داری که اوکی من در این مثلا زمینه ها ممکنه که توانایی نداشته باشم یا وقت نداشته باشم یا هر چیز دیگه. یه راهش اینه که آوتسورس میکنم، یعنی
اون پرابلمه رو شناسایی کردی، سالف کردنش مثلا حالا با آوتسورس یا یه نفر رو به تیم اضافه کردن یا چیزای دیگه. آره قضیه اینه که تو خوب شروع کنی، درست شروع کنی دیگه. روش کار وقتی درست شروع کرده باشی، روش کار به دست میاد، حالا یا با تجربه یا با پرسوجو یا به قول خودتون آوتسورس، یه جوری روش کار اوکی میشه. ولی اینا به شرط اینه که خشت اولتو کج نذاری. کسی حرفی چیزی نداره؟ بریم جلوتر. دو نفر اجازه میخواد. سه نفر. البته همین یه چیزی به ذهنم رسید. الان بیشتر بحث اینه که ما چجوری خودمون توی مسیر درست بذاریم. ولی حالا فرض کنیم ما نمیخوایم تو تازه کاری، نمیخوایم بریم یه راه 100 درصد درست رو پیدا کنیم. بیا خودمون رو داخل یه مسیر اشتباه بندازیم به یه مدت کوتاه، مثلا 3 ماه یا 2 ماه با خروجی. این توی از من میتونیم تجربه دستیم بعد پروژه بعدی که قرار واقعی باشه. نظر میتونه یه روی خوبی باشه. به نظر من این خیلی میتونه صدمه زننده باشه، مخصوصا اگه تیم باشه. مخصوصا اگه تیم باشین. چون روحیات افراد با هم فرق داره. شما 3 ماه وقت بذارین، یه شکست بخورین، یکیتون ممکنه بیشتر از بقیه ضرر بکنه. و اون موقع است که اون یه نفر ناامید میشه، ول میکنه میره، تیمتون ضعیف‌تر میشه. عواقبش به نظر من نمیارزه به این تجربه. عواقب کارش نمیارزه به این تجربه و بهم هم اثبات شده. یعنی شخصا بهم اثبات شده که این مدل کار کردن که بریم فوقش تجربه میشه، با این طرز فکر استارت زدن یه پروژه کاملا اشتباس. اگه کسی مخالف با من بیاد من قانع کنه، چون من تجربه اینو بهم میگه که این خوب نیست. نفر بعدی رو لطفا اجازه بدی. سلام، وقتتون بخیر. ببخشید من یه جسارتی بکنم، نیم ساعت دیر اومدم، واقعا این عذری نداره، ولی یه کوتاهی نیم ساعتی که صحبت کردین رو میشه توضیح بدین اگه زمانش هست، اگه امکانش هست؟ اجازه بدین این دوستمون صحبت کنه، من یه جنبندی از این تیکه میکنم. من ببخشید فکر کردم حرفتون تمام شد. من میخواستم صحبت قبلم رو یه ذره کاملتر کنم با اینکه تجربه خودمون رو بگم، خیلی کوتاه بگم که ما تو اوایل کار که بله خواهش میکنم اوایل کار که شروع کردیم، خب تجربه نداشتیم، کافی هم نداشتیم، ولی یه تیمی داشتیم و همم انگیزه داشتیم و میخواستیم یه پروژه انجام بدیم، همم دوست داشتیم پروژه رو انجام بدیم. نکته چی بود؟ نکته این بودش که داشتیم ویژن رو، همه دوست داشتیم اون کار رو انجام بدیم، ولی توانش رو نداشتیم. یعنی پروژه ای رو انجام دادیم، سراغش رفتیم که از توانمون خارج بودیم، یکی از اون 3 تا رأس مثلثی که گفتم. خب طبیعتاً موفق نشد، اون موفقیتی که می‌خواستیم نشد. جلوتر اومدیم، توانش رو داشتیم، تیمش رو هم داشتیم، در واقع تیممون توانش رو داشت، ایده هم دوست داشتیم، بازار رو بهش نگاه نکردیم. با اینکه کار با کیفیتی داشتیم، یعنی ما پروژه‌ای بودش که حتی نامزد دریافت جایزه شد تو سطح بین‌المللی، ولی باز هم موفق نشد. چرا؟ چون بازار رو بهش درست توجه نکرده بودیم. من برای همین میگم که من فکر میکنم که اون خشت اوله یه دونه قدم نیست. من فکر میکنم نقطه اشتراک ایناست. اگر میخوایم درست بذاریمش، باید نقطه اشتراک این 3 تا رأس رو بذاریم. یعنی هم ایده خوبی داشته باشیم، دوست داشته باشیم، ویژن هممون باشه. ما تجربه‌ای هم داشتیم که یه سری از افراد تیم می‌خواستن پروژه پی سی پریمیوم بسازن، مثلا یکی دو نفر می‌خواستن بازی فری تو پلی بسازن. با این که همدل بفرمایید. اینی که میگین بازار رو در نظر نگرفته بودین، بعد از اینکه ریلیز کردین فهمیدین این اشکالو دارین، یا موقع ساختتون این قضیه رو فهمیدین؟ نه، موقعی که داشتیم می ساختیم، هرچی که جلوتر می رفتیم متوجه می شدیم که
این ایده مثل که خیلی مخاطب خیلی باهاش ارتباط برقرار نمیکنه. یعنی ما خودمون خیلی دوست داشتیم، حتی مثلا اون جشنواره هایی هم که شرکت کردیم اونا هم داوران مثلا واسهشون جالب بود، نوآورانه بود، ولی این نوآوری جوری نبودش که مثلا مورد اقبال گیمرهای زیادی قرار بگیره. یعنی احتمالش اون... نیست که یه جایی توی تصمیم گیریاتون اگر تصمیم بهتری میگرفتین این مشکل حل میشد؟ حتما به این ربط داره که خود بازار نپسندیده. منظورم اینه که شما میتونستید یه کاری بکنید که بازار بگیره این پروژه رو یا نه، موقعی که مثلا دیگه اومد بیرون اینو فهمیدین؟ خب اگر میتونستین و نکردین، خب انتخاب خودتون بوده دیگه. این یک. دو دو نکته ای که میگین درسته، اون اول کار باید اینا رو به قولی مد نظر داشته باشین، اما یه نکته ای که تو بازی سازی هست و حداقل تجربه خود منه، بازی تا میاد اون محصول نهایی بشه بعضی موقع اتفاق افتاده اصلا یکی دو دفعه از بیخ عوض میشه ولی ویژنش حفظ میشه. واسه همین شاید اون اول، البته من حرف شما رد نمی کنم که میگید اون ستاره است باید باشه، ولی میگم که این که بازار نگرفته شاید مثلا اینه که اون اول این کارو نکردی. خب نه، من که اصلا خودم تایید میکنم این که ما اون ابتدا خب درست این کارو نکردیم و بعد اتفاقا بازیه ما هم خیلی تغییر، چندین مرتبه تغییر کرد، ولی خیلی موقع ها شما اون کور گیم پلی تو، اون کور مکانیک بازی تو، اون اصلی ترین مکانیک هایی که داری میچینی، اون اول پایه میذاری، اگر حواست نباشه اشتباهی تو اون کور ایجاد کنی، هر چقدر بیای حالا فیچرهای بازی تو تغییر بدی، فیچر اضافه کنی، کم کنی، میدونه اون کار رو درست انجام نمیده. چون دقیقا همین موضوع همین بحثه، خشت اول و اشتباه وقتی گذاشتی دیگه هر چقدر بخوای روش رو درست بچینی، باز در نهایت هرچی بالاتر بری سریعتر باعث ریزشش میشه. درست، باشه، ممنون. اینکه تجربه های خودتون رو بگید بچه ها واقعا کمک میکنه. الان مثلا به نظر من این مورد خوبی بود که دوستمون گفتن. خب اگه کسی حرفی نداره جنبندگی بکنم. ما بحثمون درباره این بود که اول چه خصوصیتایی داشته باشه که به مشکل بر نخوریم یا کمتر به مشکل بر بخوریم، و تقریبا اینجوری که از بحث ها برمی اومد این بود که سه تا چیز توی همه حرفا مشترک بود. اولین که ویژن یکی باشه، یعنی زاویه دید تیم به همه موارد تقریبا یکی باشه، چون هیچ وقت نمیتونین 100% همه رو توی یه قالب بذارین. این نظر من البته، تو پرانتز. دوم این که از توانایی خود تیم آشنایی کامل داشته باشن، همه به توانایی‌هاشون که به قولی لقمه راست دهنشون بردارن. سوم این که یه فکری هم به حال فروشش بکنن، یعنی فقط صرف این نباشه که ما میخواییم یه بازی بسازیم، بازی باحالی هم هست، یه فکری هم به حال این بکنن که چجوری ما قراره اینو بفروشیم و ازش پول در بیاریم. البته اینم بگم یه سری ها هستن که ویژنشون پول نیست و بعدها بهش فکر میکنن، یعنی بعد اینکه مثلا بازی خیلی رفت جلو بهش فکر میکنن. حالا یه سری ها موفق میشن، یه سری ها موفق نمیشن. راستش رو بخوایم من نمیدونم اونایی که موفق میشن چجوریه میشن، چون اونا معمولا به فکر اینن که به فرم آرت ارائهش بدن، نه به فرم یه محصولی که چند نفر قراره بخرن. خب کسی صحبتی چیزی داره یا مووان کنیم؟ تو مورد آخری که گفتی چی این افراد مثلا موفق بشن که بازی که ساختن رو دوستان نپوده شد، بذار یه مورد جذابی بگم. همین استوردو ولی، زمانی که این بازی داشت تو دیولوپمنت اوایلش بود، سال اولش بود، سازنش سعی کرد یک وبلاگی بسازه که
هم افراد خودش، مثلا افرادی که این با اینو بازی رو دوست دارن باش براشون اشتراک بذاره. به نظر اینو اشتراک گذاری سر شد که هم این آرت گیم رو بتونه به سرانجام برسونه، هم فروش رو بکنه. به نظر که کلیت این روش همین اشتراک گذاریه. ممنون. یه نفر دیگه هم اجازه میخوام. من یه چیزی فقط اضافه کنم به حرف علی. گفتی استاردو ولی یا من اشتباه شنیدم؟ استاردو ولی بله. من احساس میکنم یه چیزی که الان بعد در نظر بگیریم اینه که اولا که یه سری از این بازی ها هستن که خیلی چی میگن توی زمان خیلی خاصی اومدن و شانس آوردن که موفق شدن. بعد استاردو ولی هم آرت گیم نبود، یعنی یه ژانر مشخص فارمینگ بود که مثلا خیلی شبیه هاروست مون بود و خیلی خوب میشناختنش از قبل. شاید یکی در این موفق شدنش هم به خاطر این بود. ولی خب اونم که گفتی هم تأثیر داشت که مطمئنه. اشتراک گذاشتن و حالا وبلاگ نویسی یا ویدیو لاگ درست کردن اینا هم خیلی تأثیر داشت. خب ممنون علی. احسان حرفی داری؟ صحبت خوبی شد. ممنون از همه دوستان. من فقط یه سوال برام پیش اومده. حالا ما گفتیم که خیلی مرتبط این خشت اوله به استیتی که واقعا اون تیم هست یا اون فرد واقعا توش هست. میخوام بپرسم که این خشت اوله حالا طبق صحبتی که مهدی میکرد مشخصه که تجربه میخواد، بعد یه نفری که استیتش بی تجربه است، یه تیمی که تازه داره اولین بازیشو میسازه، یا حالا یا یه فردی که تازه میخواد استارت بزنه تیم جمع کنه، به نظرتون باید چیکار کنه که اون تجربه بیاد که خشت اول رو درست بذاره؟ یعنی حالا تو ایران مخصوصا چجوری باید چه مسیری رو باید انتخاب کنه؟ حالا اینو اگر مثلا به نظرم در مورد صحبت کنیم بد نباشه. من یه چیزی سریع درباره این قضیه بگم. سورس برای اینجور کارا، مثلا اینکه تجربه یک نفری رو بگیری، تجربهش رو بگیری، سورس واسه این کارا معمولا کم هست، معمولا خود اون آدمه. اگه کسی رو قبول داری رو کراس، چون من کم دیدم توی این سند کسی رو قبول داشته باشه که به نظر من بده، بهتره همه همینجوری بیان خوش و خورن با هم حرف بزنن. اگر کسی رو قبول داری ازش بپرس، اگه اون جوابت نداد از یکی دیگه میتونی بپرسی. این میتونه اولین قدمت باشه. میتونی تو کامیونیتی هایی که بازی ساز هستن بری بپرسی. بالاخره این همه آدم دارن بازی میسازن، یک نفرشون حاضر میشه تجربیاتشو به تو بگه. ولو این که توی یوتیوب خیلی بازی سازای مستقل هستن که اصلا تجربیاتشون رو همینجوری گذاشتن رو فیلم، همینجوری که طرف داره بازی میسازه تجربیاتشو بازگو میکنه همینجوری. یعنی سورس زیاد هست، فقط تو باید ببینی کیو قبول داری که ازش یاد بگیری خشت اولتو چجوری بذاری. حالا ما هم اومدیم اینجا درباره همین چیزا حرف بزنیم، یعنی اومدیم این قضیه رو حل کنیم، اومدیم حرف بزنیم، همه تجربیاتشون رو بگن که ببینیم خشت اوله چجوری باشه خوبه. یعنی دقیقاً تاپیک بعدیمون این بود که آقا مشخصات این خشت اولمون چی باید باشه. حالا که روی یه چیزی تقریباً توافق کردیم، البته ماها توافق کردیم بقیه زیاد حرفی نزدن، حالا که به یه نتیجه رسیدیم بیایم بگیم که حالا این خشتا رو چجوری برداریم، چه خصوصیت هایی باید داشته باشن، تعریف پروژمون رو چجوری انجام بدیم. اگر رسیدیم حالا توی بحثمون، مثلا بریم خشت دوم هم حرف بزنیم. حتی ممنونم از من جواب گرفتم. مثلا بحثش هم باز بشه و من حالا تجربه خودم رو بخوام تو این زمینه بگم، کارآموزی کرد مثلا الان که حالا شرکت‌های بزرگ بیشترن، کارآموزی کردن یا استخدام شدن توی تیم‌های با تجربه تر و شرکت‌های بزرگتر به نظر خودم خیلی مفیده. خیلی مفیده. فکر کردم چیزو میگی، من فکر کردم میگی که یه تیم تاپ کارن، وقتی تیم تشکیل شده دیگه نمیتونن کل تیم برن کارآموزی. من اون فرد ذهنم بود. اگه فردیه آره، اگه فردیه آره کارآموزی، خب بری یه جایی که این کارو کردن و بلدن ازشون یاد بگیری و روششون رو بهتر کنی، بهینه کنی واسه خودت، خب
مغروم به صرفه تره دیگه. تازه پولم میگیری اگه استخدام شی. ممنون. خب یک نفر دیگه هم مثل این که اجازه گرفت. در حالا ادامه صحبت احسان، من دوباره یه تجربه کوچیکی از خودمون بگم. ما با اینکه چند ساله که داریم کار میکنیم، ولی تو پروژه اخیر خودمون هم، همین پروژه که الان داریم کار میکنیم، سعی کردیم از چند نفر مشاوره بگیریم و با یک نفر خیلی با تجربه هم بحث منتورینگ داشتیم و فوق‌العاده بود. یعنی مسیردهی که ما بازیمون شد دقیقا خیلی کمک کرد به ما. یعنی واقعا شاید اگر اون مسیر خود رو میخواستیم بریم ممکن بود اشتباه بریم، یا اگرم درست میرفتیم خیلی طولانی تر از این مدت زمانی بود که ما زیاد میشد منتورینگ کردیم. دقیقا. و نتیجهش رو خیلی زود دیدیم. من پیشنهاد میدم، من الان فهم میکنم هم تو داخل کشور ما، یعنی منتوری که داشتیم که بایستازهای ایرانی هم بودن که البته که قبلا تو تیمای خوبه مثلا ای ای و اینام کار کردن، ولی هم بایستازای ایرانی الان در دسترس هستن و میشه ازشون کمک گرفت، هم بایستازای خارجی. شاید دوستان حالا فکر کنن که خیلی سخت باشه دسترسی پیدا کردن به مثلا بازیسازای با تجربه خارجی، ولی واقعا اینطوری هم نیست. یعنی نشد نیست. اگر پیگیرش باشی، اگر تو رویدادها شرکت کنی، اگر تو کامیونیتی آدم فعال باشه، میتونه پیدا کنه کسایی که با تجربه هستن و معمولا هم خیلی خوب جواب میدن و خیلی راهنمایی میکنن. باز یه تجربه دیگه ای ما اخیر داشتیم که با یکی از پرودیوسرهایی که بیشتر از 15-20 سال توی شرکت سونی بود صحبت کردیم و کلی بهمون فیدبک های فوق‌العاده داد و خب خودمون اصلا باور نمیکردیم که مثلا تو این استیت از پروژمون با این تجربه که داریم، با این رزومه‌مون، بتونیم با یه همچین آدمی حتی ما بتونیم صحبت کنیم. حالا یه چیزی خب پرانتز ببخشید میون کلامت بگم، دوستان باید اینو توجه داشته باشن، فیدبک میگیرین، حالا بسته به آدمش هم داره، یا باید قبول کنید یا باید قبول کنید به نظر من، چون اونی که تجربه داره خیلی دیدش به قولی چجوری بگم بیغلقشتر به شما فیدبک میده تا خودتون یه چیزی میگه از تجربه خودش یه نقطه نظری داره به شما میگه، بهش گوش بدین. حداقل اگه نمیخواین اجرا کنین لااقل بررسیش کنین، بررسی کنین، بر ردش کنین، نه اینکه تا یه نظر منفی شنیدین نه این به درد نمیخوره. اینو تو پرانتز گفتم چون خیلی من اینو دیدم، زیاد اینو دیدم که وقتی از یکی از یه پروژه بد میگی، تماماً اولین شخصه اینجوری بودم که اولین چیزی که بهم میگفتن تو خوبیاشو نمیبینی. ببخشید میون کلامت، ادامه بده. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، نکته درستیه. واقعا ما یه عینکی داریم و کلی برین استورم و کلی فکر کردیم رو اون ایدمون، میریم از یه منتور مثلا میخوایم یک ساعت دو ساعت مشاوره بگیریم، خب اون منتور داره خروجی کارو میبینه و طبیعیه که مثلا اون چیزایی که ما تو فکرمون هست رو اون نمیدونه. به نظر من اگرم فکر میکنیم اشتباه میکنه اون فرد، بهترین راه اینه که اون مسیری که طی کردیم رسیدیم به اینجا رو خیلی سریع بهش توضیح بدیم و بعد اون وقت خودمون متوجه میشیم که اشتباه کردیم و اون داره راهنمایی درستی میکنه. خیلی ممنون. حالا ببخشید اگه صحبت رو قطع کردم چون وقتمون کمه، میخوام برم سراغ یه قدم جلوتر. نه تموم شده به صورت. خواهش میکنم. قدم بعدی، حالا که تقریبا به یه جایی رسیدیم، خب گفتیم که اون منابع مالی و خودشناسی و ویژن، حالا به نظر من خوبه که درباره هر کدوم اینا جدا حرف بزنیم که چجوری اینا رو خوب انجام بدیم، چجوری ویژنمون رو خوب ببندیم، چجوری خوب مالی رو اوکی کنیم، چجوری خوب خودشناسی رو اوکی کنیم. از بچه های همین بالا اگه حرفی دارین بگین، کم کم که سر بحث باز شه، بعد بقیه هم میتونن اجازه بگیرن. البته بقیه اجازه بدین یکی دو نفر حرفشون رو بزنن، بعد شروع کنیم دیگه نظر بدن. تجربه شخصی هم که استقبال میشه. یکی دیگه شروع کنه بهتر میکنه. هر یزا تو شروع. هر یزا.
علی رضا میوتی اگه داری حرف بزنی. آقا نفر بعدی مصطفی برو. ببین لازم نیست حالا درباره همش نظر بدی، یکیشو شروع کن میریم جلوش. هم اوکی. یه چیزی که برای خودم خیلی مهمه و یعنی طی شکست های متعددی که توی این سال یا سال بهش رسیدم و الان اگه بخوام پروژه تعریف کنم که مثلا کردم، همیشه به این توجه میکنم، USPه، Unique Selling Pointه. چرا اون مخاطب، اون کسی که میخواد بازی کنه باید بیاد بازی منو بازی بکنه. یه نکته، یه سوال برام پیش اومد. اینو تو کدوم یکی از اون سه تا حوزه گفتی؟ چون من حس میکنم یه قدم جلوتره. اگه جلوتر نیست بگو. یعنی من الان این به ذهنم رسید چون پروسه خودم اینه که آره حالا بگو. آره خیلی طبقه بندی خاصی براش میگم. اول گفتم خودمو توانایی متوجه شدم خودم میشناسم، بعد میام مثلا سر USP. اوکی بگو. USP حالا برای کسایی که واصلاش آسانیستن، Unique Selling Point، یعنی چیزی که بازی شما رو مثلا خاص میکنه توی مارکت. حالا من خیلی به چشم بازاری نگاش نمی کنم. من وقتی میخوام یه پروژه تعریف کنم میگم که اوکی من دارم یه بازی رو بازی میکنم، از چیش خوشم میاد، چی به من حس فان میده، چرا مثلا من این بازی که بخوام تعریف کنم و باید برم بین اون همه مثلا بازی های ژانر مشابهش مثلا اونو انتخاب کنم بازی کنم، چه چیزی مثلا خاصی این داره که مثلا مخاطب رو بخواد جذب کنه. خب جان میخواستم بگم حرفت ادامه داره، من حرف نزنم. ادامه الان نمیدونم، یکم سر این نظر شما رو باشه بشنوم. خب صادق تو درباره اون سه تا اصلا حرفی داری؟ درباره اون حتی ویژنی که خودت گفتی، چه جوری آقا ویژن خوب ببندی؟ چه جوری ویژن ببندی مثلا به نظرت طبق تجربه خودت؟ ببین من خودم شاید اصلا چی آدم درستی نیستم برای جواب دادن به این چیزا، چون خودمونم همیشه تو این چیزا آره خودمونم مشکل داریم، ولی خب تجربه تو بگو. آره حالا تجربه ما که تا الان مثلا یه بار ما فکر کنم دو سه هفته تو تیممون فقط داشتیم، حالا دو سه هفته یعنی نه که دو سه هفته هممون داشتیم 24 ساعت رو این کار میکنم، ولی جلسه‌های هفتگی که داشتیم مثلا گذاشته بودیم برای این، حالا چیزایی که بچه‌ها بررسی کرده بودن ما سعی می‌کردیم انجام بدیم، کلن ویژن پیدا کردن برای تیم. حالا زیاد چی میگن لازم نیست حتما تیم بازی‌سازی باشه، یه سری تمپلیت هست براش که مثلا ما یه دونه پرزنتیشن پیدا کرده بودیم که دونه دونه مراحل گفته بود، گفته بود مثلا تو این مرحله اول باید به این فکر کنین، تو مرحله دوم باید به این موضوع فکر کنین، بعد مثلا اینجوری بود که هر کی، ما چهار نفر بودیم، هر کدومون بعد میرفتیم مثلا بر خودمون مینوشتیم اون چیزایی که فکر میکردیم ربط داره به اون موضوع، حالا جواب میدادیم به اون سوال، بعد برمیگشتیم در موردش صحبت میکردیم، مثلا چه نظرامون رو میگفتیم، چرا مثلا من اینو انتخاب کردم، چرا اون رو انتخاب کردم. بعد حالا که تش مثلا میشد یه چی میگن یه ویژن استیتمنتی که البته من خودم زیاد باهاش موافق نبودم، چون خیلی سخت مثلا من احساس میکنم ما وقتمون رو سر این که مثلا یه جمله خوشگلی درات که مثلا ما تیم بازی سازی هستیم که میخوایم فلان کنیم فلان کنیم مثلا هدفمون اینه، یکم وقتمون اکثر این چیزا رفت، ولی حالا اون تمپلیت اینا رو داشت دیگه. ما هم استفاده کردیم، بد نبود. هم نکته مهمش این بود، یعنی مهمترین چیزی که به نظر من تو اون جلسه اتفاق افتاد این بود که هر کی بدون اینکه بقیه روش تاثیر بذارن میرفت جوابا رو، سوالا رو جواب میداد، بعدش باز بدون اینکه بحثی بشه، دعوا بشه یا اصلا مخالفتی بشه توضیح میداد، میگفت آقا مثلا من به نظر من تو تیم مثلا این کار رو باید بکنیم، یا مثلا من احساس میکنم مثلا ما تیممون میتونه این کار رو بکنه چون مثلا این تجربه رو داریم، بعد صحبت میکردیم دوش. این خیلی باعث شد که یه سری چیزهایی که مثلا از قبل نگفته بودیم یا مثلا خیلی چیزا ممکنه پیش بیاد که مخصوصا تو تیما خب همیشه چند نفر هستن که خیلی چی میگن شخصیت
بولدی دارن، خیلی تو بحثا بیشتر صحبت میکنن، خیلی نظرشون بیشتر انگار تاثیر میذاره و بقیه که زیاد نظرشون تاثیر نمیذاره یا دوست ندارن زیاد صحبت کنن یا کلا نظرشون شنیده نمیشه خیلی. مثلا تو این مراحل ما خیلی از یکی دو تا بچه‌هام خب خیلی بیشتر صحبت کردن، مثلا خب فهمیدیم که خب اونم مثلا این ایده رو داره، دوست داره این اتفاقا بیفته، یا اصلا کلا حالا اصلا تو ویژن تیم میتونه خیلی چیزای دیگه مشخص شه. مثلا مثلا الان که وضعیت اقتصادی ایران مشخص نیست یا خیلی هم خوب نیست، مثلا یکی بگه آقا مثلا من تا 2 سال دیگه فقط تو تیم هستم، مثلا شاید تا الان اصلا چه این حرفی رو نزده و بقیه نمیدونسته اینو که اصلا طرف داره به این فکر میکنه. من یه نکته ای که گفتی، من الان تجربهشو داشتم، همینه که وقتی توی ویژن انتخاب کردن شفاف حرف زده بشه خیلی اتفاقات جلو ازش پیشگیری میشه. وقتی میان شفافیت رو رعایت میکنن، حالا نه فقط اون پوله، دیدی که خودشون برای بازی سازی دارن، وقتی میبینید نمیتونید اشتراک بگیرین، خب پروژه رو شروع نمیکنین به همین راحتی. نه اینکه پروژه رو شروع کنین برین مثلا چه میدونم 4 ماه جلوتر بفهمین که یه جای اختلاف سلیقه وجود داره یا حالا هر چیزی تو ویژنتون یه جا یه سوراخی پیدا شده و هیچی دیگه، تیمتون رو پاره پوره کنه. آقا مهدی ببخشید اجازه گرفتی، ولی بذار ما حرفامو تمام شه، حرفت یادت نره، ادامه بده صادق، ببخشید. من زیاد چیز خاصی دیگه نداشتم بگم، حالا خیلی جزئیات داره انتخاب کردن اینو و به هدف تیمم خیلی ربط داره دیگه. یعنی مثلا بعضیا فقط میخوان دور هم جمع بشن یه چیزی واسه خودشون بسازن، بعضیا نه میگن آقا ما میخوایم چیزی بسازیم که پول فقط در بیاره، بعضیا میگن نه ما میخوایم همون یه بازی ایندی درست حسابی بسازیم که مثلا هم دیده بشه هم پول در بیاره، هم مثلا من 100 سال بعد بگم آقا من سازنده فلان بازی ام. خیلی اینا چی میگن آره. توی انتخاب پروژهاشون تو خیلی چیز اصلا نوع همکاریشون هم خیلی فرق آره. میکنه آره. اینا آره خیلی اینا رو، البته یه چیزی بگم، خیلی از اینا مثلا با هم منافات ندارن، شاید یکی از بیرون اینا رو بشنوه مثلا بگه وای چه کار سختیه و فلان حرفا، خیلیاشون شاید با هم منافات نداشته باشن، با اینکه مثلا دو تا نظر متفاوتن، یا میبینید همش میتونه با هم انجام شه، یعنی چیز اونقدر ترسناکی هم به نظر من نیست. حالا چون یه خورده چیز چجوری میگم، گفتی یکی ممکنه حرف خودشو بزنه اینا، گفتم شاید یه نفری مثلا بترسه بگه مثلا یه همچین حرفایی نزدن بهتره، ولی اتفاقا تو تیمای کوچیک که همه سرشون تو کار هم دیگه است بهتر از این حرفا بزنی. تو تیمای خیلی بزرگ تریپل ای که مثلا کلا 10 نفر حرف میزنن و حرفای اصلی رو میزنن، اونجا شاید این چیزا مهم نباشه، چون شما پول میگیری با ویژن یه نفر دیگه رو عملی کنی، ولی تو تیمای کوچیک چون خودت مهمی این بیشتر رو میشه که آقا توی ویژن انتخاب کردن یا درباره ویژن حرف زدن بهتر شفافتر باشین، بهتر معیار ملاکاتون رو باشه به قولی. یه نکته هم درباره چیزی که مصطفی گفت بگم، یونیک سلینگ پوینت، موقعی که ویژنتون انتخاب کردین میخواین یونیک سلینگ پوینت انتخاب کنین، خیلی چیزا میتونه یونیک سلینگ پوینت باشه، نظر شخصی من اینه، خیلی چیزا میتونه باشه، میتونه یه چیز تکنیکال باشه، خب این که مشخصه یه چیز تکنیکال، یه چیز آرت، نمیدونم یه چیز دیزاین، یا اینکه اصلا یونیک سلینگ پوینتش این باشه که یه اکسپریانس جدید میده. اینی که صرفا حالا بازار بهش ریاکت نشون بده یا نه، باید موافقم به نظر من، اینکه حالا صرف این که همشو بازار بهش ریاکت نشون بده، البته اینم بگم خیلی موقع معلوم نیست، مثل حرفی که صادق زد، ممکنه یه موقعی بیاد خب که یه فیچری یه یونیک سلینگ پوینت دیگه از یه بازی اومده که اصلا مال شما دیده نشه، اینم ممکنه روش تأثیر بذاره. ببخشید اگه حرفی ندید بچه ها، 2 نفر اجازه گرفتن بنده خدا، خیلی وقت دستشون بالاست، خسته شدن. مهدی اول، آره این خیلی وقت بنده خدا. آقا اول من بگم مسئله این نداره، حالا این دست واقعی فیزیکی نیست که خیلی خسته بشه، اب نداره، من لذت میوردم صحبت ها رو میشیندم خودم. در واقع خب نکته ای که صادق گفت که خیلی نکته مهمیه که همه حرفاشون زده بشه و بدونیم که همه واقعا هم نظر هستن. اینم شاید خیلی موقع ها توی تیم مثلا اون کسایی که بیشتر صحبت میکنن دقیقا خب معمولا افراد برونگراتری هستن و بعدم معمولا شاید بتونن این توانایی قانع کردن افراد دیگر هم داشته باشن، و اون کسی که کمتر صحبت میکنه
شاید موافق نباشه خیلی، ولی برای اینکه هم نظر بشه با بقیه اون سوشال پروف و این قضايا در واقع فعلا مثلا کوتاه بیاد و اینو ما متوجه نشیم، شاید اون راهی که مثلا صادقو خیلی جالب بود، من واسم جالب بود که مثلا اون مراحلی که گفت در واقع ممنون میشم اگه یه جوری هم در اختیار بقیه هم قرارش بده که اون مرحله اول هر کسی جداگانه بره ایده هاش رو بنویسه، این فکر کنم راه جالبی باشه. یه نکته من اضافه کنم، اگه یه آدم درونگرایی تو تیمتون باشه و به قول خودمون داره کوتا میاد سر یه بحثی، خب این آدم براتون مشکل درست میکنه. بهتره شناسایی بشه همون اول کار، مخصوصا تو تیمای کوچیک میگم. تو تیمای بزرگ چون اون نفر حالا شاید زیاد حرف شنیده نشه یا بشنون مهم نباشه، خب شاید به چشم نیاد مثلا کاریو خراب نکنه، ولی تو تیمای کوچیک چرا؟ این بهتره شناخته بشه. حالا من فقط خواستم بگم چرا مهمه این حرفی که زدی. خب ممنون. نفر بعدی، حالا منم از صادق میخوام که اون حرفی که زد اون سورسشو با همون شیر کنه. نه البته یه نکته‌ای هم میخواستم بگم خودم، اونم در مورد این که ما تو این مرحله خیلی وقت پیشترها خب میرفتیم وارد فاز داکیومنتیشن میشدیم و یک اشتباهی بود که حالا تجربه خود ماست و من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به خیلی از پروژه ها و تیم ها. به نظر من اشتباهی که اون شروع کار خیلی سفت و سخت وارد فاز داکیومنت کردن شد، چون که اگه ما تیم کم تجربه‌ای باشیم خب پس داکیومنتیشن خیلی فایده ای نداره که نمیدونیم که کدوم فیچرها رو میتونیم پیاده کنیم، کدوم ها رو نمیتونیم پیاده کنیم که بنای بازیمون قرار بدیم بعد روش بیاییم بقیه چیزها رو بچینیم. اول پس باید بریم ببینیم که میتونیم پیاده کنیم و نمیتونیم. اگر هم با تجربه باشیم خب تیمای با تجربه هم اتفاقا اون شروع پروژه جدیدشون معمولا میرن سراغ اون ایده های خاص و اون چیزهای خاصی که تو بازی جدید میخوان پیاده سازی بکنن و میخوان تستش بکنن اون رو. آره در تکمیل حرفت بگم که این پروتوتایپ کردنه، تمرین پروتوتایپ کردن خیلی مهمه. دقیقاً. خب حالا دقیقاً. چه پروتوتایپ کاغذی باشه و فیزیکی، چه اگه بتونید و تیمتون بتونه مثلا برید پیادهش کنید. تمرین پروتوتایپ کردن درسته از داکیومنت کردن مهمتره، اما یه نکته‌ای هم بگم، داکیومنت هم خودش مهم هست. حالا نه اینکه بیاین اول کار همه چیزتون رو بگید باید داکیومنت باشه، نه. چون داکیومنت نوشتن خیلی کمک میکنه به شفاف شدن ایده هاتون و حرفاتون و به قولی قانونمند شدن حرفای بینتون، حتی این فایده رو واسه تون داره. ولی خب حالا اینکه همه فوکستون هم بزنید رو داکیومنت زیاد جالب نیست. تمرین پروتوتایپ کردن ایده بهتره برای اینکه بخواییم مثلا استپ بعدیتون رو انتخاب کنیم، یعنی یه استپ بعد از اون یونیک سلینگ پوینت شاید بتونه این باشه که بریم پروتوتایپ کنیم ببینیم اصلا یونیک سلینگ پوینت خوب هست یا نه، حال میده یا نه. ممنون. اگه حرف تمام شده نفر بعدی رو. تو این مرحله ما خودمون معمولا سعی میکنیم چند تا پاراگراف نهانتا مثلا یه صفحه آماده بکنیم، چیزایی که واقعا اون بیس ایده هست و همه روشون اوکی هستیم و دیگه به مرحله رسیده که اونها رو بریم پروتوتایپ بکنیم. یعنی یه داکیومنت خیلی مینیمال و کوچیک، خیلی کم که فقط در این حد باشه که همه بدونیم اینو همه باهاش موافق هستیم و دیگه برای ادامه کار میریم سراغ این که پروتوتایپ بکنیم و تست بکنیم ببینیم کدوم از اون ایده هایی که خوب هستش اوکیه، بعد حالا داکیومنت بیشتری رو در ادامه انجام میدیم. خب خیلی ممنون. نفر بعدی رو بی زحمت. بچه ها من این چیزایی که همه گفتن همش درست، منتها من چیزی که بیشتر از همه دیدم مشکل ساز میشه مخصوصا تو تیمای کوچیک اینه که یکی دو نفر معمولا تو همه تیما هستن که under perform میکنن، همیشه یه کاری بهشون سپرده میشه خوب تحویل نمیدن، دیر تحویل میدن، یا اینکه کلا تیمو میکشن پایین. خب به نظر من مهمتر از همه این چیزهایی که گفتیم اینه که این آدم ها رو زودتر از همه اونو معروف ویلشون کنیم برن. اگه واقعا یه فازی ما صحبت کردیم، یعنی یه تیکه از بحثمون این بود که
جز قدم‌های اولی که باید اول پروژه برداریم اینه که توانایی‌های تیممون رو بشناسیم، خود تیم رو بشناسیم. این فکر کنم جز همون فاز بتونه قرار بگیره که آقا اگه ما به قول شما کسی رو داریم که از پسش بر نمیاد، یا تسک مهم بشندیم یا مثلا زیاد کار بشندیم، یا به قول شما بگیم که برو به سلامت، به درد این پروژه ما نمیخوری. دقیقا همین، فقط خواستم همین رو کنم. ممنون. نفر بعدی رو لطف کنیم اجازه بدیم. آقا هم حالا مهدی هم خودت و هم صادق نکاتی که الان در مورد ویژن داشتین صحبت میکردین، یه من این چند تا رو کنار هم بذارم یه تجربه حالا شخصی بگم در موردشون. یکی حالا بحث حالا اون ویژنی که مثلا همون اول پروژه داره مشخص میشه، حالا چه در مورد تیم، در برای تشکیل تیم، چه برای حالا شروع کردن یه پروژه. این ویژنه وقتی مشخص میشه، اگر ما یک نفر حالا توی تیم نداشته باشیم که این ویژن هولدر باشه، این حواسش به این ویژنه باشه تو طول پروژه، به راحتی، یعنی من تجربه خودم میگم، به راحتی پروژه یه دفعه از میخواد از آ تا ب بره، میره به یه نقطه‌ای مثلا مثل زی. نمونش مثلا خوبیه. آره، این ویژن هولدر بودن یک نفر حداقل تیم، و این یک نفره معمولا نقشش یه ذره باید استراتژیک تر و حالا در واقع مدیریتی تر. معمولا ببخشید نمی کلامت، معمولا این وظیفه رو به کسایی میدن که جز لیدرای تیم هستن. دقیقا معمولا اینو این وظیفه رو میسپارم به اون آدما که به قولی حرفشون برو هم باشه، و اون یه نفر دیگه این ویژن اگه نگرداش دیگه فقط از اون نفر انتظار میره که توی خط ببره پروژه رو، به قولی خط مش بده به پروژه. دقیقاً. و خیلی رو هرس میکنه این ویژن هولدر، یعنی اینکه خیلی ایده هایی که میاد دقیقاً همونجا میگیم که اوکی آقا این ایده اومده، این ایده خوبه، ولی ما میخوایم بریم به این نقطه. ما روز اول اینو گفتیم، ما میخوایم بریم به این نقطه، پس اینو ایگنورش میکنیم. و نکته دوم حالا در مورد داکیومنتیشن یه در واقع فرض کنین که حالا از این ور بوم یا اینجوری بگیم تیغ دو لبه است. اگر شما داکیومنتیشن رو برای این استفاده کنیم که راه ارتباطی بشه، فوق العاده به نظرم در اشتباهن هر کسی که داره این کارو میکنه. یعنی این باشه که مثلا به فلانی بگی که آقا فلان چیزو مثلا چجوری باید پیاده کنم، بگی که خب اوکی من اینو داکیومنت کردم، برو تو جی دی دی بخون اینو، من 150 صفحه در موردش نوشتم. این فوق العاده اشتباهه به نظرم. همیشه داکیومنتیشن، خود مهدی قشنگ گفت، به صورت آرشیو، حافظه تیم، حافظه سازمان استفاده بشه جواب میده. این که من یه چیزی اون یه لحظه ب... ببخشید واسه این که حرفتو ببینم متوجه شدم یا نه، یه جورایی داری میگی که داکیومنتیشن بهتره یه جورایی نقشه باشه، یعنی شما فقط آره. نوشته باشین که ببینی از کجا اومدی کجا میخوای بری. دقیقا حافظه است، مثل یه حافظه سازمان، حافظه تیم، یه آرشیو، نه اینکه من راه ارتباطی باش بسازم با داکیومنتیشن. اینکه من نتونم با بقیه در ارتباط باشم چون که همه چیز داکیومنت شده و من باید داکیومنت ها رو همش مطالعه کنم، این فوق العاده کار اشتباهیه. به نظرم همه باید حواسشون به این قضیه باشه. ولی داکیومنتیشن از اون جهت که به قول خودت نقشه راه باشه، من یه ویژنی دارم، تو چند صفحه اینو داکیومنت کنم که این ویژنه هی بهم یادآوری بشه، هی برگردم بهش و ببینم که اون لحظه، اون روز اول ما چی میخواستیم. اینجا به نظرم خیلی نقش مفیدی بازی میکنه. به نظرم این تعادل رو به نظرم همیشه باید نگه. باشه، ممنون. فکر کنم یه ذره از به قولی موضوعمون یه ذره منحرف شدیم. باشه، میگفتیم که اونا چه خصوصیت هایی باید داشته باشن، اون قدم های اولیه. یه ذره وارد جزئیات شدیم. کی بود درباره مالی حرف زد؟ فکر کنم مهدی بود، درسته؟ که بهتره به فروش و این چیزا حرف زد، فکر کرد.
دربارش که مثلا کجا میخواین ارائه بدین، بازارش قراره چه جوری باشه، کسی راهکاری داره که مثلا الان مثلا صادق گفت که یه سری تاک هست، یه سری سورس هست، میتونیم از چند نفر بپرسیم در رابطه با ویژن و مثلا این چیزا. درباره این قضیه مالی و این حرفا، بغیر از این که میشه منتورشیپ گرفت که خوب انتخابش کنیم و اینکه یا مثلا خودمون گیمر باشیم و ترند بشناسیم، کسی چیز دیگه ای تجربه داره شخصی مخصوصا؟ که آیا چی باید میکردن، چه کار باید میکردن نکردن، یا برعکس؟ در مورد مسئله مالی، در مورد صرفا پروژه F2P رو دارم میگم، بهترین راهکاری که هست همین در واقع سرویس هایی مثل سنسور تاور و آنالیتیکس هایی که میان سرویس هایی در قالب دیتا هاشون رو میان در اختیار شما قرار میده، بهترین مسیر ممکن. هزینه‌اش یه مقدار این دیتا ها بزن. یه سوالی این دیتا ها بهت میگن بازی تو چجوری بساز که بفروشه؟ این دیتا ها نمیگن بازی تو چجوری بساز، این دیتا فقط بهت میگن که چه بازی های فروش رشت داری، چقدر الان فروش داره تو دنیا، یا چقدر مثلا مخاطب براش هست. من دارم فقط در مورد F2P صحبت میکنم. خب تجربه F2P میخواست چیزی بگه بنده خدا، پریدیم وسط حرفش. نه بگو احسان، بعدش من میگم. من این تجربه F2P بود، همین میخواستم بگم، یعنی حالا پریمیوم بودم چجوری بزن. ممنون. آره حالا منم میخواستم در موردم یکم صحبت کنم، باز اینا همه تجربه منه، ممکنه اشتباه باشه. برای پریمیوم مثلا استیم و اینا هم هست از این سایت ها، مثلا سایتی مثل استیم اسپای هم هستش که فروش بازی ها رو میگه، که حالا به صورت فری میتونین ازش استفاده کنین و فروش بازی ها رو تخمین میزنه. نکته مهم که تخمین داره میزنه، و وقتی هم فری دارین ازش استفاده میکنین بازه بهتون میده، مثلا میگه این از 1 میلیون تا 2 میلیون نسخه فروخته، مثلا دقیقش رو نمیگه، ممکنه 1 میلیون و یه دونه نسخه فروخته باشه، ممکنه نزدیک 2 میلیون فروخته باشه. تازه خودش هم داره میگه که این باز با خطا، یعنی ممکنه کمتر از 1 میلیون فروخته باشه. ولی خب اگر بتونین اشتراکش رو بگیرین اطلاعات دقیق‌تری بهتون میده. نکته مهمتر به نظر من یه سری روش هست، حالا اینا رو من میدونم به خاطر اینکه تو دانشگاه به ما گفتن، کلا روش‌های مارکتینگ، مثلا یه پروسه هست اسمش سواته، خب که فکر کنم استرنت ویکنس یادم نمیاد دتای دیگه چی بود، حالا الان سرچ میکنم. آره این چه جوریه، این یه نمودار شما میکشین، خب بعد مثلا میرین بازیای شبیه بازی خودتون رو پیدا میکنین، خب حالا یا اصلا بازیای ممکنه شبیه بازیتون باشه ولی مثلا ژانرش فرق کنه، حالا مثلا یه فیچری ازتون بازی هست که شما میخواین بذارین و اینا، بر اساس اون شما میرین اینا رو بررسی میکنین و میبینین کجای نقشه قرار میگیرن، مثلا می‌نویسین که آقا بازی شما مثلا نسبت به فلان بازی چه قدرتایی داره، چه مثلا ویکنس هایی داره، چی کمکش کرده که بازی تو، که اینا همش میشه همون تقریبا یونیک سلینگ پوینت هایی که مصطفی گفت، که هم باعث میشه چی میگن رقیباتونو بشناسین و خیلی مهمه. مثلا الان خب مثال، مثلا الان من بگم من می‌خوام بازی بتل رویال بسازم، مشخصه دیگه دارم با کی رقابت می‌کنم و مشخصا نمیتونم باهاشون رقابت کنم، پس اصلا ایده اشتباهی. این که از این کلا یه سری از این روش ها هست، حالا من اسماشون رو یه سریاشو میدونم، بقیهشو مثلا باید ببینید خودتون سرچ کنید دقیقشو در این که چجوری میشه از این کارو کرد. نکته مهم دنبال کردن بازیه که شبیه بازی شماست، و کلا دنبال کردن یه سری از این ایندی چی میگن دیولوپرهایی که هم دوست دارین شبیه اونا کار کنین، هم کلا خیلی فعالن. مثلا چند تا پابلیشر ایندی هستن که هر چند وقت یه بار مثلا اطلاعات بازیاشون رو منتشر میکنن، یا حالا مثلا اگه رفتن بازار رو بررسی کردن مثلا میان یه خلاصه ای ازش منتشر میکنن، میگن آقا مثلا ما بررسی کردیم، مثال الان هر بازی استیم مثلا مثال فلان قدر پول داره سالی در میاره، پس الان این تصمیم رو بگیریم بهتری. بعضی موقع حتی یه سری کارهای خاصم میکنن، مثلا بازیشون رو یه حالت خاصی پابلش میکنن، یا مثلا از یه فیچر خاص استیم استفاده میکنن، بعد میان تجربهشون رو میگن که آقا مثلا ما این استفاده کردیم به دردمون خورد، مثلا انقدر یوزر بیشتر ویش لیست کردن و از این جور چیزا. خیلی این مهمه که حتما اون بازیای چیزو بررسی کنید، و مثلا وقتی شما میتونید این تصمیمو بگیرین که
مثلا اون دیتا رو داشته باشین، همین دیتا که آقا این بازی چقدر معروفه، چقدر فروخته، حالا تا حدودی، بعد تاریخچش هم بدونین مثلا چی شده. مثلا فرض کنیم همون بتل رویال اگه بررسی کنیم، مثلا ایپکس که منتشر شد چه فیچرهایی داشت، بعدش که مثلا یوزرش ریخت چی شد، یا مثلا بعدش که یوزر گرفت چی شد، چه فیچری اضافه کرد، همه اینا میتونه چی میگن مپ میشه رو همه چیا. آره مثلا دقیقا همین کارشون میتونیم برای بازی موبایل بکنیم که خیلی ساده است دیگه، هر چند وقتی شما حواستون باشه آپدیت چه آپدیت هایی میدن و مثلا آپدیت چقدر باعث میشه اون بازی بیاد بالا تو اون چارت ها، یا حالا بر اساس اون دیتا هایی هم که یه سری سایت های دیگه مثل اپنی و اینا میدن، باز اگه اشتراکشون داشته باشین خیلی بیشتر دیتا میدن، میتونیم بفهمین حدودن دیگه که چیکار کردن، این بازی این کار کرد گرفت، پس ما میتونیم اینو بیاریم توی مثلا فیچرهای بازیمون چون تونسته به اون بازی کمک کنه. خیلی چیزا خلاصه داری میگی که اگر تصمیم گرفتین یه بازی بسازین، حالا ما گفتیم یکی از اون گامامون اینه که به قولی بازارشو تحلیل کنین، این یه راهش میتونه باشه که برین این دیتا ها رو جمع کنین. آره و فکر کنم راه خیلی مهمی هم هست، خیلی هم مهمه. توی من یه پرانتز کوچیک باز کنم در ادامه صحبت‌های صادق که کاملا موافقم باشون و خودم تجربهش کردم خیلی مهمه، اینه که کامیونیتی یا اون مخاطبی که دارین براش پروژه تعریف میکنین هم بشناسید در کنار رقیباتون. مثلا میگم من فرضاً یه ساله دارم روی پروژه مثلا سولز لایک کار میکنم، خب برم تمام این بازی های ایندی مثلا سولز لایک رو بازی کنم ببینم اینا چی کار کردن، مثلا چه نوآوری اضافه کردن، بعد مخاطب و واکنششون به این نوآوری ها چی بوده، به گیم پلی ها چی رو دوست داشتن، چی رو خوششون نیومده، چی رو اصلا سلیقه شونه اون مخاطب های سولز لایک، یه جوری بفهمی انتظار بازی چیه. یعنی اگر مثلا میخوای سول لایک بسازی، انتظاری که از بازیت میره چی هست، حداقل چه تیک هایی باید بخوره، سلیقه اون تارگتی مخاطبی که تارگت میکنی رو خیلی خوب باید بشناسید. مثلا اگه بازی مثلا F2P کژوال میسازی، باید سلیقه یا اون رنج اون کسی که تارگت کردی رو بدونی که مثلا چی دوست داره چی دوست نداره، احتمالاً سلیقه‌اش مثلا با یه ژانر دیگه مثلا فرست پرسن شوتر خیلی فرق میکنه. خب مثلا فرست پرسن شوتر اگه میخوای بسازی کاملا استادیش متفاوته با اینکه حالا ژانر دیگه است. من فقط همین رو میخواستم اضافه کنم. دمت گرم، نکته خوبی بود. بگو. یه جورایی تشخیص این که اون روشی که انتخاب کردی به نفع بازیت هست یا نه. حالا این تشخیص خیلی سخته، خب و نیاز به یه زمان خوبی داره که مثلا تحقیق کرده باشی یا مشاوره گرفته باشی. اینجا جاییه که اصلا نمیشه به قولی خود سر عمل کرد بگیم که خب من فکر میکنم اینجوری بهتره. دیتا داری؟ آره. خب البته این نظر منه، اینجور جاها بهتره نتیجه تصمیمامونو به یه آدم با تجربه تر نشون بدیم. این نظر منه.
ضرر نداره یه نفر روش ضرر نداره یه نفر دیگه روش یه حرفی بزنه، شاید شما یه زاویه‌شو اصلا مد نظر نگرفته باشی. خب قبل از اینکه بچه‌ها نوبتشون بشه، ما درباره چیز حرف زدیم به یه مقدار خوبی، این قضیه اینکه چجوری مالی رو هندل کنیم، مثلا چجوری بازار بشناسیم و این حرفا. درباره خودشناسی و اون ویژن و این چیزا یه ذره حس می‌کنم یه ذره بیشتر جا داره. درباره زل سوم چی بود؟ یادم رفت. آها آره، خودشناسی بود، اصلا مهم نیست. درباره اونم بیشتر میتونیم حرف بزنیم، چون خیلی موقع تأثیر یه فرد میتونه توی یه تیم خیلی زیاد باشه و خودش ندونه. من دیدم و با پوست و گوشت و خونم حس کردم که وقتی یه جمعی یک نفر تأثیرگذاری توشون هست، شاید اون نفر حرف آخر رو نزنه، شاید مثلا بار علمی رو دوشش باشه، شاید تجربه رو دوشش باشه، شاید اصلا شخصیتش کاریزماتیکه و به قولی روحیه میده به افراد تیم. اگر اون نفر یه اتفاقی براش بیفته تو اون قضیه واقعا، یعنی اگه خوب نشناخته باشینش، خوب تأثیرش رو درک نکرده باشین، نتونی هندلش کنین، من با پوست و گوشت و خونم درک کردم که چجوری میتونه یه پروژه رو به راحتی زمین بزنه. یک پروژه‌ای که ممکنه 10 نفر 20 نفر روش کار کرده باشن، یک نفر به راحتی زمین بزنه. خب اجازه رو به بچه‌ها بدین یکی دو نفر میخوام حرف بزنم. من فکر می‌کنم بحث مارکتینگ که الان مطرح شد دو جنبه داره. یکی این که ما بازیمون چی داره، می‌خوایم چیشو پرزنت کنیم به بیرون از استودیوی خودمون. یکی جنبه دیگه اینه که خب حالا تو این بازاری که الان هست چه دیتاهایی وجود داره و ما میخوایم کجاش قرار بگیریم. یعنی ما وقتی داریم در مورد ایده بازی صحبت میکنیم، وقتی میخوایم به نتیجه برسیم که این ایده آیا خوب هست یا نه، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار تو تصمیم گیری باید این دیتاهایی که صادق اشاره کرد جمع آوری بکنیم. حالا احسان هم گفت هم تو بحث فری تو پلی چه تو بحث پریمیوم، به عنوان یکی از عوامل باشه. وگرنه اون نکته ای هم که شما گفتی که یه وقت یه چیزی خود اون تیم داره، اونم یکی از عوامله. یعنی نباید اینا رو اولویت به هم بدیم، باید با هم دیگه نگاهشون کنیم و یه تصمیم رو بگیریم. و بعد مرحله بعدی به نظر من اینه که ما چجوری میخوایم حالا اون بازی که داریم، اون ایده ای که داریم، میخوایم پرزنت کنیم، چیش رو میخوایم نمایش بدیم. طبیعتا باید بریم سراغ اون USP هامون. اگه بخوام چیزای تکراری بازی‌های دیگر نمایش بدیم، خب دیده نمیشه بازیمون. و خود من یه چند وقتیه که دارم تحقیق میکنم در مورد استیم، میخوام یه مقدار خلاصه و کوتاه بگم. این خیلی جالب بوده واسه خود من، از چند جای مختلف اینا رو شنیدم و پس لطف کن خیلی خلاصه باشه چون وقت آره حتما. یکی از مهمترین چیزایی که تو استیم وجود داره اینه که، و البته مارکتینگ بازیایی که رو استیم منتشر میشه، بازیتون باید آی کچینگ باشه. یعنی نظر رو جلب کنه. یعنی وقتی مثلا یه گیفی توی شبکه‌های اجتماعی ازش منتشر می‌کنی، یا مثلا اون کپسول آرت کپسول توی صفحه استیمتون رو می‌ذارین یا تریلرش رو می‌ذارین، اینا خیلی خوب نظر رو جلب کنه. شما اگه این دیار هم دنبال کنید توی شبکه‌های اجتماعی، گیفایی که منتشر میشه مثلا با هشتگایی که هست، اونایشون خیلی بیشتر داره دیده میشه که یه چیز جالب ویژوالی داره. و یکی از نکاتش اینه که باید یه حالت آی کچینگ داشته باشه. و یه کاری که باید انجام بشه و ایندیا انجام میدن اینه که به صورت مستمر هفتگی میان از بازیشون یه قسمت‌های جالب و جذابش رو منتشر میکنن تو شبکه اجتماعی به صورت گیف. یه نکته ای که حالا یه سواله، منبعی برای این اطلاعات داری؟ اگه منبعی داری توی این لینک گپ صوتی برامون بذار، مثل صادق که الان منبع حرفاشو گذاشته. شما هم لطف کن این کارو بکن اگر منبعی. بله بله حتما حتما. این کدوم قسمت هست؟ فقط من توی همین قسمت رویداد هفتگی چنل آره نوشته لینک های گپ صوتی. اوکی آره حتما آره حتما. یه دوره هستش، دوره رایگان هم هست در مورد استیم، اون خیلی دوره فوق العاده ای. اگه دوستانی هستن که بازی برای استیم میخوان منتشر کنن، من پیشنهاد میدم حتما این دوره رو ببینن. من لینکش هم میذارم چش.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. نفر بعدی. ممنون که نوبت دادید. الان میخوام میشه ادامه خودشناسی هستم. البته در زمینه برنامه‌نویسی ویدیو گیم. به عنوان یک برنامه‌نویس ویدیو گیم، برای که بتونید یه شناخت خوبی از مهارت و مهارتتون داشته باشین، یکی راهله که به ذهن من میرسه اینه که یک بازی نسبتا ساده با اشکال مثل کیوب یا مثلا سپرایت های ساده بیاری بالا و کد این بازی رو به یک سینیر یا یک دوستی که تجربهش بیشتر نسبت به تو نشون بدی و ازشون فیدبک بگیری که آقا مثلا اون بهت فیدبک میگه که تو که مثلا بهت فیدبک میده که مثلا آقا این سیکشن رو مثلا دابلیکیت داشتی یا مثلا میتونی این بخش رو چرا مثلا چند چیز مختلف نشون میتونی یه چیز بنویسی. یه سوال بله؟ این که این فیدبک گرفتنه، حالا چون من برنامه نویس نیستم برام سواله، فیدبک گرفتنه من حس بکنم این یه چیز سنگینی باشه، مثل فیدبک گرفتن از یه پلن ساده مثلا یه صفحه‌ای دیزاین یا مثلا مارکتینگ نیست. نیاز به تمرکز زیاد داره، نیاز به دقت بالا داره. حالا بغیر از این که میشه از این و اون پرسید، اگر کسی، من فرض رو به این میذارم، اگه کسی وقتی نذاشت و کد تو رو ریویو کنه، مثلا نمیدونم استک اوورفلو اینجوری هست، جایی هست که مثلا بری کد تو بذاری بقیه ریویوش کنن؟ یا مثلا تو گیت هابی جایی هست، سایتی جایی هست که بشه بری این کارو بکنی؟ اگه هست که لطفا لینکشو بذار، اگه نیست که فکر کنم آخرش باید کاسه بگیری دستت میشه اینو اون کدتو نشون بدی. روش زیاد جالبی شاید نباشه برای برنامه نویسی اگه اون مدل وجود داشته باشه. تازه اگه تو سایت هم باشه تو نمیدونی اون یارو رو، شاید نشناسی و شاید مثلا اصلا کارشو قبول نداشته باشی. منظورم متوجه میشی چرا نگرانم تو این قضیه؟ منظوری کسی که قرار ریویو کنم شاید دانش کافی نشه و تو رو شاید دانش کافی نداشته باشه. درک میکنم. تو این زمینه هست یه سری کامیونیتی که لینکشو برای بچه ها میذاره که مثلا یه سیکشن داره برای کد ریویو، میتونی کداتون رو داخل اونجا بذاری بعدتون توضیح میده که مثلا کجاش مشکل داره و چی بهترش کنی. البته یه چیزی وجود داره که الان فیوز باشه اصلا بیشتر فکر کردن در موردش، شاید روش بهتری هم باشه. مثلا آقا یه چیزی طراحی میکنی، مثلا سیستم تو برنامه‌نویسی طراحی کنی برای بازیت، بس خود سوال میپرسی که آیا من میتونم بهتر از این طراحیش کنم و سعی میکنی راه حل‌های مختلف پیدا کنی. این راه حل‌های مختلف شاید بتونه بهت بگی مثلا چی کم داری، چرا اونا رو ندیدی و این سبشه مثلا گپ دانشتو درک کنی که چیا رو نمیدونی و چرا این توی توسعه دادی. شاید این بتونه مثلا یه خودشناسی خوبی باشه نظر من. یه نفر فکر کنم درباره حرفات نظر داره، لطفاً بهش اجازه بدین. حالا نمیدونم درباره حرفای علی نظر خاصی دارین یا کلاً نظر دارین. اگر درباره حرفای علیه که بفهم. سلام، خسته نباشید به همه دوستان. من می‌خواستم راجع به تجربه صحبت کنم، راجع به بحث خودشناسی بود. و یه نکته‌ای که معذرت می‌خوام بزن علی حرفشو تموم کنه بعد شما حرفتون رو بگید. علی اگه حرف تموم شده که هیچی، اگه نشده لطفاً سریع خلاصه بگو. دیگه حرف بگفتم ممنون. خب یه نکته‌ای که اصلا من اونقدر تجربه کار با تیمای ایندی نداشتم به اون صورت، دو با تیمای کوچیک بیشتر حالا تجربه کارم با شاید استودیوهای مثلا بزرگتر بوده، ولی اتفاقی که هست اینه که تو این استودیوها که من کار میکردم، پروژه‌های کار میکردم، غالبا کلن یک کوالیتی کنترلی رو خود اون شخص و روند کاریش همیشه هست که ببینن چقدر به اصطلاح دغدغه‌مندیش رو پروژه است و چقدر دغدغه‌مندیش روی به اصطلاح اون شخصیت خودشه. یعنی من یه جایی بود که سر یه پروژه کار میکردم،
حتی اینجوری بود که مثلا با یه جوری باهات بازی میکردن. مثلا چون من کارم دیزاینه، گفتن که ببین این قلعه که داری کار میکنی، خب مثلا حالا طبق اون برنامه که داریم تو سین مثلا اون تو اون بکراند اون گوشه مثلا، ولی مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه رو اون تسکه من کار میکردم، فیدبکش میرفت برمیگشت و متوجه میشدی که حالا یه لوکیشن خیلی اصلی هم هست یا یه جای خیلی مهمیه و به اصطلاح تو بحث تیم تولید خودشون هم این قضیه رو هر سری تکرار میکنن بعضا تو بریف تسکا، برای اینکه ببینن چقدر آرت دیولوپمنت شخصی خودت برات مهمه یا اینکه هنوز علاقه داری به اینکه گیم رو دیولوپ کنی. حالا این تو بحث تکنیکال هم هست، تو بحث آرت هم هست و تو تیمای ایندی این اولین اتفاق اینه که هر کسی اومده یه سری آرندی شخصی انجام بده و یه سری دغدغه شخصی خودش رو آورده و برای ورود این دوستان به تیم بعضا هیچ کوالیتی کنترلی رو شخص نیست که ببینی آقا واقعا این آدمی که اومده چقدر دغدغش دیولوب کردنه، مثلا چه میدونم کد خودشه، آرت خودشه، یا واقعا اومده که به دیولوب کردن پروژه کمک کنه. بعد یه جایی یه دفعه این قضیه نشون داده میشه که دیگه پروژه کاملا ویست میشه. ببینی یه کور اصلی اومده و اومده بوده که یه سری آرنده شخصی انجام بده و دغدغه‌هاشو بریزه. نکته خوبیه. آره این غالب تیمای ایندی که من در کنارشون بودم حداقل 90% اون به اصطلاح اتفاقی که باشه، یعنی این که بفهمیم اون طرفی که میخواییم باش کار کنیم اولویتش شخصه یا تیم. اومده واسه تیم کار کنه جان؟ این خیلی بنظرم قاعده مهمیه در کل دونستن و خیلی نمیدونم چجوری میشه فهمیدش. آیا روشی ولی... داری؟ آیا روش یا مثلا پیشنهادی داری طبق تجربت حالا یا مطالعه‌ای که کردی که اینو بفهمیم که طرف چجوری مشخص میشه طرف واسه خودش اومده یا واسه تیم که به قولی جلوها گندش در نیاد، اون اولا بتونیم تشخیصش بدیم؟ تنها تجربه که تو این قضیه دارم یکی از به اصطلاح یکی از استودیوهایی که ازش جاب آفر گرفته بودم توی مصاحبهشون خیلی علنی از من بعد از 2-3 ساعت مصاحبه پرسید که چقدر به دیولوپمنت کردن آرت خودت علاقه داری یا اینکه واقعا به گیم دیولوپمنت علاقه داری، یعنی خیلی علنی پرسید از من و من بهش گفتم نه من نمیخوام صرفا آرت دیولوپمنت باشم یا آرت خودم دیولوپ کنم، اومدم که واقعا کنار پروژه شما به اصطلاح بهتون کمک کنم و خیلی علنی و مستقیم از من پرسید، یعنی من برام عجیب بود. استدیو فانکام استدیو اینترویو باشون داشتم همچین سوالی رو مستقیم از من پرسید، ولی درست. جاهای دیگه میگم فقط یکی از استدیو که من کار میکردم که به صورت به اصطلاح فریلنس بود میدیدم که تو بیریفاشون اون به اصطلاح پروداکت منیجر این کارو میکرد، یه جورایی یه جوری دستگاهی میکرد و خیلی هم ریاکشن میگرفت از تو که نظر دیگه راجب اون تسکه چیه یا در طولانی مدت چه واکنش های نشون میدی. درست. خب ممنون. یه نفر دیگه یه نظر داره، اونو بشنویم یه جنبندی کنیم و دیگه خداحافظی. چیزو فکر کنم آخرهای وقته، فقط من یه سوال برام پیش اومد از بحث قبلی که مهدی گفتش که بعد بدونیم که چه قسمتی از پروژه رو می‌خوایم نشون بدیم. این چه قسمتی رو من حالا معنیشو گرفتم، مثلا همون MVP، اینکه چه قسمتی از پروژه رو بسازیم و نشون بدیم و سریع‌ترین مسیر فیدبک گرفتن رو حالا طی کنیم. یه خلاصه ای که بخوام بگم ببین خیلی ساده بگو چیز این چه قسمتیه رو می‌خواستم ببینم چجوری می‌تونیم بفهمیمش، یعنی یه راهی که من تجربه کردم و جواب داده. البته اگر اون استپایی که تو الان گفتیم و خیلیاشو به طرز خوبی رعایت کرده باشین، جایی که خودتون باش حال می‌کنین، یعنی با پروتوتایپی که انجام دادین، اون ورتیکال اسلایس، هر چیزی، هر کاری که کردین، معمولا اون جایی که خودتون خیلی باش حال میکنین
و معمولا هم البته تو تیمای ایندی اینجوریه که اونایی که خودتون باش حال میکنین مخاطباتون هم همونو حال میکنن. یعنی اگه خودتون مخاطب بازیتون قرار داده باشین خودتونو میتونین جای اونا فکر کنین، اون تیکش تجربه من میگه اون تیکش رو نشون بدین معمولا جای درستریه. این تجربه منه. اگر کسی تجربه بهتری داره یا مثلا معیار ملاک بهتری داره میتونه ارائه بده. این تجربه من بوده. به شخصه توی این مورد اینجور جا من بهتر جواب گرفتم. مثالش هم میزنم. یه بازی پلتفرمر بود که کلن پازل باید حل میکردی میرفتی. ولی ما خود مکانیک پازل حل کردنه مثلا خیلی جذابی بود ولی برای نشون دادن باحال نبود. ما اومدیم یه تیکه از بازی رو که خیلی خودمون فکر میکردیم باحاله و با اون مکانیک حل میشه رو اون تیکه رو کندیم و نشون هر کسی دادیم خوشش اومد، در صورتی که شاید مثلا ما کل اون پروژه رو نشون میدادیم یکی خسته میشد. ولی اون تیکه‌ای که اون یه دونه پازل باحالی که ما درآورده بودیم اصلا کاری به مکانیکش هم نداشته باشه که چقدر خلاقانه بود که ما فکر میکردیم خلاقانه است، ولی خب اون اصلا به چشم نیومد. ولی پازل اینقدر باحال بود که اون شد یه جورایی اون قسمتی که نظر یکی رو بهش جلب میکنه، نه اون مکانیکه. شاید مکانیکه به دید ما خلاق‌تر بود و این حرفا، ولی تیکه باحالش رو کراس اون بود. این تجربه من. این برای گرفتن فیدبک اوکیه به نظره، چون داری یه قسمتی از بازی رو نشون میدی که شاید مثلا اکثریت بازی رو تشکیل نده ها. یعنی من برای گرفتن خب فیدبک ده هنر باز... اینه، هنر اینه که یه جوری انتخابش بکنی، چون الان یه جورایی تو بازاریابی شاید این مهمم نباشه. مثلا چه میدونم اضافه کردن یه دونه حرکت به یه بازی که مثلا شماره دوشو مثلا داری میسازی، یه جامپ فقط بهش اضافه کردی، این جامپ رو فقط نشون بدی، خب نماد کل بازی که نیست، ولی خب بقیه که میدونن اون بازی چیه. نمیدونم منظورم رو درست میگم، درست متوجه میشی؟ ببخشید شدم. منظورت اینه که تو حالا مارکتینگ خیلی هم مهم نیست که اون کور بازیت خیلی خرد. اون چیزی که قراره بفروشه اون همون چیزی که قراره آی کچینگ باشه و آره. اگه میخوای یعنی جای میگم اینم باز تجربه شخصی منه، شاید توضیح میکنم اگه کسی تجربه تو این زمینه داره همین الان بیاد بگه. ما یه نفر اجازه گرفت. چیشو؟ تذاریم خودشون بیا. سلام، ببخشید من حواسم نبودم بالا رو بزنم که بیام تو. بفهمید. من یه نکته یه خواستم اضافه کنم به حرفای دوستان. مرسی، خیلی یاد گرفتیم از حرفاتون، ممنون. و اون این که مثلا من کاری که خودم انجام میدم اینه که ترجیح میدم بازیمو به کسایی بدم که خب حالا با بازی و اینا آشنا باشن، خیلی بیگانه نباشن، و ازشون چیزی نمیپرسم، نگاهشون میکنم. و خب به نظرم بهترین فیدبک همون نگاه کردن اونا سرین بازی، نه اینکه مثلا حرفی که میزنن، چون نگاه کردن بهشون اون ریاکشن های واقعیشون رو میگه و خب به نظرم خیلی میتونه ارزشمندتر از صحبت هایی باشه که میکنن. دوست داشتم با شما شیر کنم اینو. ممنون از نکته ای که گفتین. حالا این حرف درسته دقیقا که چجوری فیدبک خوبو بگیریم. من فکر کردم در رابطه با اون حرف من میخواییم بگیم، خب این یه نکته کاملا جدا بود. اگه کسی درباره حرف من به قولی تجربه دیگه ای داره بگه، وگرنه که دیگه کم کم خداحافظی کنیم چون وقتمون رو به اتمام. یه نفر اجازه گرفت. دوستانی که اینجا هستن به قولی این بالان و نوبتشون رد شده لطف کنید بریم پایین. خب من تجربه یکی از بایستازهای مستقل رو مخواستم بگم که میگفتش که
من هر هفته که این توییت ها رو انجام میدادم از بازیم، بازخوردار رو نگاه میکردم که ببینم چقدر انگیجمنت داشته اون پستم، چقدر لایک شده، چقدر شیر شده. و یه پستی که خودم فکر، یه فیچری که خودم فکر نمیکردم که مثلا اصلا دیده بشه، دیده شد و تستی فقط اون رو هم، یه پروتوتایپ فقط زده بودم، ولی وقتی دیدم انقدر دیده شد، اومدم به عنوان یکی از مثلا ایسترگای توی بازیم گذاشتم اون رو. و خب اینم یکی از راهاست دیگه، یعنی میتونیم تستش واقعا بکنیم، بفرستیم تو کامیونیتی ببینیم چقدر بازخورد داره. بود. خب یه نکته حس میکنم جدایی بود، بحث این بود که چجوری اون تیکر رو انتخاب کنیم. الان شما میگه اون فرد اون تیکر انتخاب کرده، توییت هم کرده، ما گفتیم معیار ملاک انتخاب این تیکه چی باشه؟ خب نه، این برای تیکه، برای ارائه دادن دیگه، ارائه دادن. آره، به کجا بازی که جواب میده یا نه. آره خب اینم همین شک داشت دیگه، یعنی میگفتش که من تست میگرفتم، یعنی میگفت من نمیدونستم باید چیکار کنم. آها. کجاها یعنی رو بذارم، میگفت هر هفته تست میگرفتم. به جایی که بیاد و این کار رو بکنه، هی تیکه تیکه نشون مردم داد ببینه کدوم یکیش به نظر مردم باحاله. آره دقیقا. خب ممنون. خواهش میکنم. از اونجایی که رو به اتمام برنامه است بگم بحثای خوبی شد، حالا فرصت زیاد برای جمع‌بندی و اینا نداریم. بچهای بالا، اینایی که ادمین هستن، اگه حرفی دارین، چیز، نکته‌ای، تشکری. من خواستم فقط خیلی سریع راجبه یه چیز صحبت کنم. راجبه USB صحبت کردیم، حالا فرصت نشد خیلی بازش کنیم، ولی خلاصه ایشالله یه وقت دیگه مفتر. آره جا داره که راجبه. فقط یه چیزی میخواستم بگم از تجربیات خودم، این که همونقدر که مهمه که فیچر جذاب داخل بازیتون تعریف کنید، همونقدر مهمه که دست خودتون رو بگیرید که تو فار نرید، یعنی زیاده روی داخلش نکنید. بعضی وقتا مثلا شما ممکنه یه فیچر خیلی جذابی و خیلی کوچولو موچولو برای پروژهتون انتخاب کنید و همونو بگیرید کی اصلی بازی. لازم نیست همه مکانیکای بازی مثلا USB باشن، یک چیز کافیه. این حد اینکه چقدر ما بخوایم فیچر اضافه کنیم به نظرم نکته مهمی خواستم بشه شروع. خب بقیه نکته‌ای دارن بگن؟ منم زیاد نکته خاصی ندارم، فقط می‌خواستم بگم که من اون چیزایی که گفتم پست کردم. یه مقاله‌ای هم آقای مولکارا قبلا نوشته بود در مورد همین که مثلا چجوری کلن پروژه رو انتخاب کنیم، که خیلی از این چیزهایی که اصلا گفتیم هم توش هست، ولی خب خوبه که بریم بخونیم. خیلی هم طولانی نیست، لینکش رو گذاشتم تو همون لینک گپ های صوتی، گفتم اینم بگم بر اونایی که نمیدونن اینجا هست لینک ها. خب منم حرف خاصی ندارم، فقط می‌خواستم بگم خیلی خوب بود، یعنی یه جورایی حتی بهتر از انتظارم هم بود حرفایی که زدیم. فقط امیدوارم دفعه بعد آدمای بیشتری توش شرکت کنن، حالا از نه تعدادی، همینایی که هستین وارد بحث بشین و اگه نقطه نظری دارین بگین، شاید مثلا یکی اشکالی داشته باشه یا رفع اشکالی ازش بشه توی همین بحثا، یه نقطه مبهمی براش باشه. لزوم نداره که شما بیاین و مثلا فقط بگید که آره من این تجربه رو دارم، بیاد بگید این تجربه رو ندارم چیکار کنم، دارید درباره فلان مبحث حرف میزنید، من این تیکش رو اصلا متوجه نمیشم، نظر بقیه رو بپرسین، جای دوری نمیره، به نفع خودتونه، نظر چند نفر که از زاویه های دیگه توی پروژه های دیگه درباره اون موضوع تجربه دارن رو بشنوید.
همین بحث خوبی بود. امیدوارم دفعه بعدی هم تعداد بیشتر باشه، هم بیشتر بحث کننده داشته باشیم، هم درباره موضوعی بیشتری بتونیم حرف بزنیم. ممنون از اینکه اومدین. حالا لینک این بحثمون هست، اگه دوباره بخوایم بهش رجوع کنیم، حالا نمیدونم کلیپ صوتیشو میذاریم توی یوتیوب یا ویدیویی، حالا اونم بعدا مشخص میشه. توی یوتیوب هم میذاریم لینکشو که بقیه هم بتونن استفاده کنن. اگر بعدن نکته‌ای به ذهنتون رسید که باید میگفتید و نگفتید، توی کامنت‌های یوتیوب یا توییچ یا همینجا یه جایی مطرحش کنین، شاید به درد یه نفر بخوره، شاید اصلا به درد خود ما بخوره. در آخرم بگم اگه بتونید به ما فیدبک بدین درباره این برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم، ما خیلی بهتر میتونیم جلو ببریمش. الان طبق یه سری معیار ملاکی که یه سری دیتایی که از شواهدمون داریم توی این گروه، توی کامیونیتی ما داریم برنامه رو برگزار میکنیم، اونایی که شرکت میکنن توی این برنامه خب بهتره نظر بدن تا براشون سازنده تر باشه. شاید نرسیم همش رو انجام بدیم، ولی خب لااقل شنیده میشه و یه جایی شاید انجام بشه. اینی که ما بدونیمش بهتر از اینی که ندونیمش، اینجوری با دغدغه های شما هم بیشتر آشنا میشیم. همین. آره، من اضافه کنم که حالا این فرمت جدیدمون بود که اولین بار تست کردیم، فیدبک های شما خیلی ارزشمنده. اگر که خودتونم موضوعی پیشنهاد دارید که ذهنتون رو مشغول کرده، فکر میکنید جای بحث دارم، باز میتونید توی همین گروه یا به هر نحوه دیگه موضوعاتتون پیشنهاد بدید، ما حتما در نظرشون میگیریم. خب خیلی ممنون، یه خوردم زیادی طول کشید. شبتون بخیر، امیدوارم که بحث خوبی بوده باشه و به نفع براتون فایده داشته باشه. خداحافظ.